شما بره بیرون با پیج فکر یه بار دیگه بی ادبی بکنی خودت میدونی. ادبی بکنی میندازمت بیرون. تا موقعی که در حیطه ادب صحبت میکنی باید کاری نهرم. آقا من خوبم. آقا مرتضی خیلی خوش اومدی. مهتی جان به عبد داداش مهتی عزیز. آقا کشوری عزیز داداشم خیلی خوش اومدی. آقا همه تو خوش اومدین. به عبد داداشم حاج علی آقا. تهران خوش میگذره؟ علی جان فداد بشم. امیر خان فداد بشم. مانی جان بگو داداش دارت بگردم. آقا مهتی فداد بشم داداشی. به تو چه؟ عشقم بکشه. عرشیا سلام. عدون من اگه عزیزی جان منیه. املاک فداد بشم علی جان عزیزی دل منی. شالاوات خوش بگذاری. آقا مسعود عزیز، صبحانی عزیز، شما برو بیرون. آفرین برو بیرون. میگم سید آزادی بلوغ شدن و هرزگی نیست. آزادی یعنی هر کس برای خودش باشه. یکی میخواد مشروب بخوره، یکی میخواد نماز بخونه، یکی میخواد چادر سرش کنه، یکی میخواد روسری سرش کنه. خب بعدش آقا فراد عزیز، آقا ارشیا سلام سلام، آقا عباس نصیری عزیز سلام. قلب منی علی جان. آقا بهزاد عزیز شما هم برو بیرون. آفرین. آدم های بی ادب و که دنبال زیر بغل مار میگردن میندازن بیرون. آقا فراد دورت بگردم عزیز دل منی. آقا امیر خیلی خوش اومدی. میگی منظورت اینه که از آزادی این که هر کسی برای خودش باشه با هر اعتقادی باشه خوبه. اینو نوشتی دیگه درسته؟ من میخونم. محتاج دعایم آقا فراد عزیز دل منی. جان دلمی علی جان خدا بیرگرد. ای میخوای من دی تیکه میندازی؟ میخوای مثلا من یه چیزایی بگم؟ من اون موقع میگم حک میشه تو مغزتا. من مثل کسای دیگه نیستم که بیام یه چیزایی بگم سری گذری زیر سیبیلی راحت بکنی. نیست. وقتی میگم قشنگ حک میشه. حک میشه تو مغزتا. اون داری فراموش نمیکنی. فهمیدی؟ اسمت هم نمیارم اینجا چون میشناسمت کی هستی. آقا سجاد دورت بگردم. آقا سعید دورت بگردم. نام مبارک الله که عکس پروفایلت خدا حفظت کنه انشالله. آقا محسن عشق منی. خیلی دوست داری یه چهارتا بهتون بندازم نه؟ تجمعی که کردین ها راجع به اون میخوای صحبت بکنم؟ یه ماه لا اله الا الله لا اله الا الله. آقا جواد عباسی سلام. من جونم هم برای دینم میدم، برای مذهبم میدم.
آقا فراد نوشته آقا سید من امروز مشهد حرم آقا بودم، یادت بودم، عادت دعات کردم، فدات بشم آقا فراد، زیارتت قبول باشه. آذربایجان عزیز تو این بنویس از تو برلین، بعد من یه دوتا موشک بهتون میزنم اون موقع حالیتون میشه. تو این بنویس میخوای زبون من رو باز بکنی راجع به اتوبوس نشینان ساندویچ نشین یه ماه و خورده ای دارن تبلیغ میکنن که برن تجمع بکنن تو برلین. امروز یعنی تجمع داشتیم با اتوبوس و با ریل و با ساندویچ و بعد بدبخت اسم بسیجی های ساندیس خورف به قول معروف بد در رفته. باور کن به غیر از نزدیک 40% گی بودن. این رنگین کمونی ها پرچم رنگین کمونی هستن، همشون این ازدواج های رنگین کمونی داشتن، بالای 50-60% همینا بودن. خب اینا هم اگه این کار را نکنن که دیگه تو اروپا نکنن کجا برم بکنن، برم وسط پارک دانشجو تازه بینن شایعه هم میکنن، والا ایران کاریشون نداره. سدیش از افتادشون ازدواج رنگین کمونی داشتن اینا که تو برلین تظاهرات کردن با اتوبوس و ساندویچ و الباقی هم نزدیک 10-15% بیچاره. من دیدم فیلماشونو دیدم دیگه، به غیر از حالا کردا که تاج سر من هن، حالا اونا صاحب عقیدن مسئله تاریخی دارن، کردای ما مسئله تاریخی دارن. خب به غیر از کردای خودمون الباقی 180%شون گی، پرچم رنگین کمون دستشون، ازدواج رنگین کمونی، 10-15% پیر و پاتیلای این منافقین خدا بی خبر، نمیدونم چقدر پنتاگون و CIA و نمیدونم فلان پول اتوبوساشون و ساندویچاشون و گوشت خوک بهشون داده بود، یک ماه و نیمه دارن تبلیغات میکنن. 10-15 هزار نفر نتونستن تو کل اروپا جمع بکنن برن تو برلین. بابا بی خیال جان مولا، بریم به همون ازدواج رنگین کمونیتون برسید. برین به همون ازدواج رنگین کمونیتون برسین، حالشو ببرین. به والا این همه تظاهرات میشه آقا 30,000 نفر جمع نمیشه. آه خدا چقدر من خندم میگیره از دست این اینا. روزی یارو اومده بود اینجا دم مسجد، یارو بدبخت خادم مسجد گرفته بود، خواهش گرفته بود، بگو مرگ بر فلانی تا خواهیت رو گرفت. زنه رفت داد خواهی خادم مسجد رو گرفت و اینجوری تو مشتش، میگو بگو مرگ بر فلانی تا ولش کنم. اون بدبخت داد میزد میگفت ای زنی که حیا کن خواهی هامو رها کن، ای زنی که حیا کن خواهی هامو رها کن. بابا بی خیال، بابا شما دنبال هرزگی و جندگی میگردین نه دنبال آزادی. قبلا هم بهتون گفتم اسم و نام دختر کرد رو نیارین، کردا با شرفن، با غیرتن، ناموس پرستن. ای جانم. خلاصه داستان اینه، شما بریم به همون ازدواج رنگین کمونیتون برسیم، پرچم رنگین کمونو بگیریم بالا سرتون، شما همونجا براتون خوبه. و یارو میگه آقا اگه خوشتون نمیاد از ایران نمیدونم فلانتون رو جمع بکنین همونجا. چرا مانی جان من منظورم به همونه که اونجا جمع شدن عزیزده.
گفتم داستان کردا، قضیهشون فهم میکنه، یه مسئله تاریخی دارن، سالهای سال قرنهاست دارن سر این مسئله تاریخی دارن بحث و جدال میکنن. حالا خب ولی اینایی که اومدن رنگین کمونی هم دیگه، بذار تو هم بر رنگین کمونی جون باشه. خدا آبجی خودت گاهی دست مادر جنده، والا آبجی تو دنبال کیر میگرده تو خیابونا، من چه کارش کنم؟ خار کسه. خار کسه مادر غمه. با افتخار تبلیغ دین و مذهب و زلالمو میکنم. من مثل تو هرزه جنده کفونی صفتم که دنبال هرزگی بگردم. من از دینم که پاک و منزه دارم دفاع میکنم. این فرق منه با شماست. وای چه زیبا، چه قشنگه. آرکوسا شما که میخواییم بدیم، بریم به هموطناتون بدیم. چرا میدین غریبه ها لختیاتون رو ببینن؟ برو بیرو بادر. وای 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 وای، خیلی خوب. برای همین اگه من اسکولی پیش نیستم، بعد چرا اینجا وقت میذاری برای یه اسکول؟ ببین تو چقدر اسکولی. کیر سید آی پویشم، چه تو لندن چه خارج از لندن، هیچکی نمیتونه بگیره. مواظب باش ما نگیریمتون، مواظب باش ما نگیریمتون. تو همین آره افتخار میدم، بیای بالا سرش بشینی. محمد نمیخوام اسم مبارکت، نمیخوام بی ادبی بکنم. هر بجی آقا فرشاد عزیز دل منی، مانی جان بس نکن. مانی جان وارد این داستانا نشو. مانی جان آفرین. داداش من اگه گیر بیفتم شهید میشم. من اگه گیر بیفتم منو بکشین، تیکه تیکه بکنین منو، با افتخار شهادت نصیبم میشه. آرزویه که الان 56-7 سال عمرم دارم تا لحظه آخرم. خدایا به حق محمد و آل محمد شهادت را نصیب من گردان. الهی آمین. ما که ترس واهمه ای نداریم که، ذات درست عبادت، درود به شرفت. موضوع اونایی هن که میان تو اروپا وطنشونو میفروشن. اونان موضوع. در پناه خدا باشی مانی جان. گفتم وطن کشور بالاتر از همه چیزه. شهید هم میشیم ایشالله. شما دعا بکن شهادت قسمت ما بشه. شما دعا بکن. تیکه تیکه همون بکنن، ریز ریز همون بکنن، به قول خیلی ها تجاوز بکنن. همین ها این دیگه، افکار شما همینه. بعد میخواین حکومت رانی مونه، بعد میگین فلانی ها آدم کشن، فلانی ها نمیدونم دیکتاتورن،
شما مش نمونه خرواره، از همه صحبتاتو معلومه چه کاره ای. خدا هم میگه چی میگه؟ میگه شناگر خوبی نیستی، نمیدونم یه مثالی هست. شما از همین حالا میخواین سر ببرین، تجاوز بکنین، بکشین هر کی مخالفتونه، سرش رو ببرین، فلانش بکنین، بعد میخواین حکومت بکنین، بعد تازه داد میزنین اینا دیکتاتورن، اینا فلانن. کسی که برای اصلاح اومده نه فحاشی میکنه، نه بیادبی میکنه، نه تهدید میکنه. بس شما ها نه گفتار نیک دارین، نه کردار نیک دارین، نه پندار نیک. میگه آب گیرش نمیاد مگر نه شناگر خوبیه، فکر میکنم همچین اگه اشتباه نکنم. خب شما از همین حالا سر بزنیم، میکشیم، میبریم، نمیدونم به زور به زور هر سیلبیلری تری رو پیدا میکنین. به والله به والله همین های شما خیلی های شما بدبخت بیچاره میکنین. پیدا به زور بیا فش بده، اگه فش نده بیا به فلان مخالفت ما، اگه نکن تهدیدت میکنیم، میکشیمت، ارعاب میکنیم، زن و بچه تا فلان میکنیم، تو بیا باید بیای به نظام فش بدی. اگه ندی تو آدم فروشی، تو نمیدونم مزدوری. بابا اون آزادی که شما ازش دم میزنید و کجا رفت؟ بیه کار تو از تهدید گذاره، هر کجا دیده شدی آتشت میزنیم، بفرما. بعد میخواه حکومت دست تو بیفته. خب آخوند و نظام هم 200 سال دیگه خون تا رکاب میاد، دست تو حکومت نمیده، چون تو کمر به قتلش بستی. وقتی کمر به قتلش بستی اونم هیچ موقع به تو همچین اجازه ای نمیده، تا آخرین گلوله رو استفاده میکنه، تا آخرین قدرت استفاده میکنه. خب حکومت به تو و امثال تو آدم کش نمیده، چون تو میخوای بکشیش. برای همینه بهتون میگم نکنین آقا جان، نکنین. اعتراض عاقلانه محترمانه بکنین، ولی خشونت به کار نبرین. میگه اگه مردی بیا تو ایران زندگی کن. آقا تو ایران هم زندگی کردم، اینجا هم زندگی کردم، ایل تبارم هم اونجاست. خلاصه خلاصه من همینایی که امروز تظاهرات کردن تو بردین به همون ازدواج رنگین کمونی خودشون برسن. به تو چه ربطی داره؟ تو میگی به تو چه ربطی، به تو چه ربطی داره؟ خوشت نمیاد از حرفان برو بیرون از تو لایبا، برو تو لایوهای همون، برو تو لایوهای همون رنگین کمونی ها، برو تو همون ها اتوبوس ساندویچی ها هست که از سراسر اروپا جمعشون کردن، منافقا جمعشون کردن، همشون هم گی از آب در اومدن، هم جنس باز از آب در اومدن. یا پیروپاتالای اشرف، پادگان اشرف بودن، پیروپاتالای مال 40 سال پیش که رفتن بغلی کرد، بغلی گرفتن، بغلی دادن به صدام حسین تو عراق، الان همشون پیروپاتیل شدن تو فرانسه، بچه هاشون هم گی شدن، امروز همه رو سوار اتوبوس کردن بردن برلین تظاهرات بکنن. بابا بی خیال. آقا آخوند به شما حکومت نمیده، خون تا رکاب بیاد آخوند به شما حکومت نمیده، خدای نکرده نهایتش میشه از سوریه بدتر. تمام. قبلا هم بهتون گفتم نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه کمک به همراهی روسیه از سقوط بشار اسد ممانعت کردن، از دهن آمریکا و انگلیس اینا همه در آوردن،
الان بیان حکومت به شما با 4 تا شعار شما حکومت به شما بدن، به والله خون تا رکاب میاد به شما حکومت نمیدن. این همه فرد پس فرد حسرت اون روزا رو میخوره. اگه خدای نکرد همچین اتفاقی افتاد، خب حسرت همچین روزا رو میخوریم. نکنین نکنین. بعد مملکتتون قشنگه، ایران قشنگه، خوبه. فشار هست، فشار اقتصادی هست، ناعدالتی هست، رانتخاری، اختلاس توش هست، همه اینا رو ما میدونیم به والله. ولی این روشی که شما به کار بردین، این روشی که به کار بردین نتیجهش میشه افغانستان. از افغانستان بدتر، از سوریه بدتر، از لیبی بدتر. حاج مهدی دارت بگردم فداد بشم. آقا احمدی خیلی خوش اومدید. خالو سجاد خیلی خوش اومدید. ایناست. و چی شد؟ بشینین مثل بری خداتون رو شکر بکنید. به والله خداتون رو شکر بکنید. برین خداتون رو شکر بکنین. میترسم از آن روزی که حسرت همچین روزایی رو بخورین. همونجوری که الان ملت عراق حسرت روزای صدام رو خوردن، همونجوری که مردم افغانستان حسرت قدیم خوردن. بعد از 20 سال اشغال آمریکا و دموکراسی براشون آورد، آخر گونی کرد سر زنای افغانی، دادن دست طالبان. همونجوری که مردم لیبی الان دارن حسرت دوران قذافی رو میخورن. میاد اون روزی اگه خدای نکرده به اون روز برسه، میان روز حسرت همچین روزایی رو میخوری. شما فکر کنی من مخبرم، شما فکر کنی من اداره‌ایم، هر چی دوست دارین آزادین فکر بکنین. میگه والا ببین 22 بهمن چی میشه ایران. والا به خدا 22 منتظر همچین روز 22 بهمن هم باشین. ببینین همینا که میامدن الان دارن چیز میکنن، همشون میان اونجا مرگ بر آمریکا میگن. حالا میبینیم. نکنین آقا. اون روز هم تو لایو بهتون گفتم همین چند وقت پیش بچه هایی که تو اروپا به دنیا آمدن، سالی 5-6 تا کشور از همون بچگی میبرنشون، میگردوننشون ایتالیا و سوئیس و نمیدونم سوئد و دانمارک و خب چه گروهی چه فردی میبرنشون میگردونن. به والله رفته بودن ایران، همین یه هفته پیش برگشتن. به مرتضی علی کف کرده بودن، دهنشون اینجوری باز مونده بود، میگفت چقدر قشنگه، چقدر تمیزه، چقدر مرتبه، چقدر پیشرفته است ایران. اون چیزایی که تو ذهن ما میگفتن راجع به ایران همش دروغه. برین قدر مملکتتون و آب و خاکتون رو بدونین. مشکلات هم برطرف میشه، دیر و زود مشکلات برطرف میشه. اقتدار مملکتتون رو خراب نکنین با فتنه کانالای سعودی و نمیدونم اینا. شما ادعاتون میشه ایرانی، مادر جندا. اینایی که تو کانال من و تو انترناشنال میان علیه مردم ایران 24 ساعته با پول عربای سعودی و وهابی و صهیونیستی دارن پول میدن، شما مادر جندا ادعاتون ایرانی میشه خارکستا. شما اگه غیرت دارین همین امروز استعفا میدین. کارمندای شبکه های ماهواره‌ای من و تو انترناشنال اگه ایرانی هن و شرف دارن استعفا میدن. استعفا میدن اگه شرف دارن، غیرت دارن. کارمندای شبکه های ماهواره ماندی که الان تو همین انگلیس و خب جاهای دیگه انترناشنال با پول عربای سعودی و مگه شما عرب عرب نمی کنین؟ مگه نمیگین ما عرب پرست نیستین؟
و چرا فتواهاتون رو از کانال های عربای سعودی میگیرین، انترناشنال و مناتو میگیرین؟ اونا هم اگه غیرتی هن، اگه شرف دارن، میرن استعفا میدن. سمیه جان سلام. یه سید خودت معلومه کیرم معلومه خوار کساره. بیا تجربهش بکن ببین حالا معلومه معلوم نیست، ببین چه وضعیتی داره. شما آدرستو بده ما میریم خدمتشون. تعجب نکن، من میگم آقا امنیت داشته باشید، مملکت خودتون رو خراب نکنید، با سختی ها با مشکلات یه مقدار کنار بیان، اینا همه برطرف میشه، عاقبتتون افغانستان و لیبی و عراق و سوریه نکنید. من حرف من اینه، به دین خدا به مذهبم بی ادبی نکنید. من حرف من با شما همینه، حرف من با شما همینه، نه بیشتر نه کمتر. باشه شماره ما هست، شماره ما هست. خر کسه معلومه سیبیل داره، مادرت زیاد گاییدن کسکش، آبجی تو جلو چشمت زیاد کردن، خب فش به سیبیل داره میدی مادر جنده کسکش. من یه تنه سید آبیشم خواهر، هرچی بدخوامو بدخواه ایرانو میگم، خواهر هر که بدخواه دینم و مذهبم میگم، کم نمیارم جلو شما. برو جنده برو. زن زندگی آرامش با مرد با غیرت. ببینید اصلا شما ببین تعادل هم ندارین، تو شعاراتون تعادل نیست. مردان نصف مجتمع ما هستن، نصف اجتماع ما هستن، یه زن داریم یه مرد. شما فقط تو شعارتون اسم زن آوردین، چرا؟ چون میخواین زنها رو برده بکنین دیگه، یا مردها رو میخواین حذف بکنین. شما اگه راست میگین اسم مرد ها لابلای شعارتون قرار بدین، زن زندگی آرامش مرد با غیرت، زن زندگی آرامش مرد با غیرت. تمام؟ عدالت رو رعایت کنین دیگه. آرامش همون آزادیه، وقتی تو آرامش داشته باشی همون آزادیه. و چی شد؟ زن زندگی آرامش مرد با غیرت. حال سفر با عشق، زن زندگی مرد با غیرت. آفرین عمران یا عزیز دل منین. شما اینجا عزیز دل منی آقا، همه تو خوش اومدی. شما سرش هم نمیتونیم بگیری، شما همه تون گیین، کیس گیی دارین، بیشترتون که دارین میرین تظاهرات کیس گی دارین. کونیا پرچمشو برداشتین و وردین، امروز هم دیدیم تو تظاهراتتون دیگه، عجوزه ها و در پیتی ها و پیروپاتال های مسعود رجوی و مریم زبدری رو با اتوبوس سوار کردین، یک ساندویچ دادین، بچه هاشون هم که همه گیان، خب سوار اتوبوس کردین و آوردین تو برلین.
میگه تو اگه جرأت داشتی میرفتی مثلا تظاهر کننده ها، اینا اگه تو جرأت داشتن وقتی ما تظاهرات میکنیم تا سوء عاشورا محرم اینا هم بیان توی بیان تو تظاهرات ما کونی والا از که جای خارکوسه گی ازدواج رنگین کمونی. مادر تو جند است که دنبال بیشرفی و بیهجابی میگرده کسکش. آه خدا، یه سیگار بکشیم حالش رو ببریم. نظرتون چیه؟ الو الان میام جای نری ها. خوشگل هلو اومدم. یه سه تا نون مخبری تو میخوری، تو هم نون وطن فروشی تو میخوری. آقا بسم الله، آقا بسم الله. شما مخبر اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی کدوم شرف داره آدم مخبر وطنش باشه یا مخبر اجانب؟ بسم الله. مخبر باشم که افتخار میکنم، افتخار میکنم مخبر وطنم هم. تو مخبر کجایی؟ شما مخبر کجایی؟ چون در خوار مادرم مخبر ها؟ ببرمین به من بگیم مخبر کجایی؟ موساد، CIA، آمریکا، عربستان سعودی. عشق میکنم یه تنه خوارتون رو گاییدم، عشق میکنم یه تنه خوارتون رو گاییدم. شیرینی هم بالاش میکنم. با کون به پروش. آبجی تو میگی؟ اون چه حالی میده وقتی خوارتو میگم شیرینی هم روش میخورم؟ چه حالی میده. مسعود رجبی و مریم زبدری یادشون رفت بود نوشابه بدن به ساندویچ تو اتوبوس که می‌بردن برلین.
آخش خدای شکرت، خدای شکرت. چی نوشته؟ نوشته ایرانی هستی، دین اسلام نداریم، ولی صحت خودت، تو خودت خوب شناخته. تو اگه ایرانی هستی، مادر جنده، اگه تو ایرانی هستی چرا فتواتو از کانال انترناشنال من تو میگیری مادر قهوه، که عربستان سعودی و وهابا دارن پولشون میدن؟ ها مادر جنده، جواب بده، جواب بده، کی تو کس خوار مادر؟ زود باش، زود باش مادر جنده، جواب بده، کسکش. اگه تو ایرانی هستی مادر قهوه، کی رفت تو روح مادرت؟ کی رفت تو یخچال خونوادت؟ مادر جنده که به هوای بستنی بلند شه، کی رو سهل های پوش لیست بزن؟ خواهر کسه مادر قهوه. چرا صافتاتون شبکه های منتو و انترناشناله که وهابی ها و سعودی ها پولشو میدن؟ کسکش، کسکش، جواب بده. من فتوامو از مملکتم میگیرم، از دینم میگیرم، کسکش. میمن مثل تو هم خوار کسته. من خواهش دارم وسط اروپا نشستم، خب وسط انگلیس نشستم، خواهش دارم، دارم از دینم و آب و خاکم و مذهبم دفاع میکنم، مثل تو که نیستم کسکش. آزادی نداریم، جنداخونه نداریم، نمیدونم دیسکو نداریم، بار نداریم، خارکوس، همه اینا رو داری از در عقب. باور کن داری در عقب، منظورم اون در عقب نیست، در عقب حقیقی خارکوسه. همه اینا رو داری، هر کی بی احترامی میکنه بی احترامی میشنوه. تو با ادب با من رفتار بکن کسکش، ببین اگه من به تو بی ادبی کردم مادر جنده.